یک کاسافران دومین جایزه جهانی انتراکس رانا آمریکا را در بخش سال از آن خود کرد. نجیب الله مسافر، عکاس و خبرنگار افغانستان، برنده جایزه دومین عکس برتر مسابقه جهانی نهاد به نام انتراکس رانا آمریکا شناخته شد. آقای مسافر که این عکس را در سال 2005 گرفته است، در بخش سال کاندید کرده بود. رازی کشتگر سروری گزارش می‌دهد. مسابقه جهانی عکس که هر سال از سوی مؤسسه انتراکشن در امریکا برگزار می شود، در سال 2010 در 6 بخش برگزار شد. در این مسابقه که صدها عکس از سراسر جهان کاندید شده بودند، عکس گرفته شده توسط نجیب الله مسافر دومین جایزه بخش صلح را از آن خود ساخت. شاگردای مکتب که در حال رژه بودن هر کدام کبوتر صلح داشتن و پیش لوژ رئیس جمهور همین کبوتر صلح را در حالت پرواز در می آوردن و کبوتر پرواز میکرد. بالاخره همین کبوتر بود که بالا انداختن، فکر کنم که انرژی کافی نداشته، کبوتر در زمین افتاد. وقتی که در زمین افتاد همین صحنه را من متوجه شدم. عکس اول را که گرفتم پشت پای یکی از شاگردای مکتب بود و همین عکس را که شما مشاهده میکنین دومین عکس است. البته این عکس هم از لحاظ تکنیک عکاسی خطهای افقی در این عکس زیادتر مشاهده میشه و همچنان رپیتیشن یا تکرار پاهای خود شاگردای مکتب که دیده میشه برای قوت عکس زیاد افزوده. مقام اول این مسابقه را خانم الیزا از امریکا به دست آورد. الیزا نیز عکسی را کاندید کرده بود که در افغانستان گرفته است. آقای مسافر پیش از این نیز از سوی این مؤسسه و در برخی مسابقات جهانی دیگر جوایز اول، دوم و سوم عکاسی را از آن خود کرده است. جایزه انتراکشن یکی از معتبرترین جوایز در زمینه عکاسی خبری در سطح دنیا است که سال یک بار با موضوع انکشاف جهانی در امریکا برگزار می شود. گفته می شود که اعتبار این جایزه هم ردیف جوایز چون پولیتزر و ورد پرس است. قابل ذکر است که پیشتر مسعود حسینی، عکاس و خبرنگار افغان، برنده جایزه معتبر پولیتزر شده بود. خبرهای خارجی بعد از وقفه کوتاه. صنعتکاران شیشه در ولایت هرات از رکود این صنعت در افغانستان نگران هستند. ورود کالاهای مشابه و کم توجهی دولت بر رشد این صنعت از عمده‌ترین نگرانی صنعتکاران محسوب می شود. صنعت شیشه سازی، هنر دستی که گفته می شود بیش از 3000 سال سابقه کاری دارد و در حال حاضر با رکود جدی مواجه شده است. سلطان احمد حمیدی، یگانه تولید کننده صنایع دستی شیشه در هرات، نگران از بین رفتن این صنعت در افغانستان است. او تاکید می‌کند که در حال حاضر تنها 2 گروه شیشه سازی در افغانستان فعالیت دارد و در صورت ادامه بی‌توجهی دولت این صنعت به کلی از بین خواهد رفت. به گفته او فروش صنایع شیشه نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیر یافته است. عرض کنم به خدمت شما اگر من میرو شاید دی صنعت بین بره و تمام خارجی داخلی کلگی برای از این علاقه داره. حالا شما ببینیم بیترین شیشه های میسازم به خارج، ما به یک کوری گلی و به یک چوبی به اونه را دست ما یک شیشه میسازم که خارج به او احتیاجه و میای از اینجا خریداری میکنه به خارج میبره. در همین حال شماری از شهروندان هرات نیز مسئولان را متهم به بی‌توجهی در حفظ صنایع دستی این ولایت می‌کنند. این افراد از دیگر شهروندان خواستند تا با خریداری صنایع دستی افغانستان در رشد و حفظ این صنایع با تولید کنندگان آن همکاری کنند. با رکود صنعت شیشه سازی و با خاموشی مشعل تابناک هنر اصیل میناتوری سبک بزاد و مکتب مشعل، لکه ننگ دیگر بر دامان تاریخ برای ابد گذاشته خواهد شد که مسئولین باید پاسخ بدن و تاریخ به زیر ارتباط بی‌رحمانه قضاوت خواهد کرد. فروشندگان صنایع دستی در هرات میگویند بیشتر خریداران صنعت شیشه را جهانگردان خارجی تشکیل میدن. سوال اینجاست که رکود این صنعت چه تأثیری در فرهنگ تاریخی هرات دارد. به باور کارشناسان صنعت شیشه سازی معرف فرهنگ هرات در خارج از کشور است و با رکود آن به گونه‌ای نام صنایع دستی این ولایت در خارج پاک خواهد شد. کسب از اینا یک کسب خوبیه و یک کسب تاریخیه، چون به داخل خود ولایت ما هسته و ما افتخار میکنیم به کسب از اینا، چون از وسایل از اینا خود ما خریداری کردیم. یکی استاد مونه
تو هم ضعیف شده، از به حساب از بچه ها استاز مام هسته یکی دوی تا اونم پیش میبرم، منطقه نهوی تا سرمایه ندارم فعلا لکه بس خلاصه نمیجی بخونش. آقایان امور تاکید دارند که عدم توجه دولت به صنایع دستی در داخل کشور، ورود کالاهای مشابه از خارج و نبود امکانات کافی از مهمترین دلایل رکود صنعت شیشه‌سازی در هرات محسوب میشود. کار اعمار یک پارک تفریحی بزرگ در خوست آغاز شد. این پارک در بلندهای منطقه متون غرب شهر خوست در بیش از 100 جریب زمین ساخته می شود. کار ساخت این پارک 12 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. در عین حال باشندگان شهر خوست از اعمار این پارک خوشحال هستند. مقام های محلی در ولایت خوست هنگام گشایش کار ساخت این پارک گفتند که با ساخت این پارک برای مدت زمینه کار به باشندگان خوست ایجاد شده و پس از تکمیل آن چهره شهر خوست نیز مبدل خواهد شد. ولی خوست میگوید با ساخت این پارک زمینه تفریح نیز برای باشندگان خوست فراهم خواهد شد. این پارک در 103 جریب زمین اعمار می شود و دارای یک مهمانخانه نیز است که به گفته مقام های محلی درآمد این مهمانخانه نیز در زیبایی و حفظ پارک مصرف خواهد شد. در همین حال شاروال خوست میگوید هزینه ساخت این پارک از بودجه انکشافی شاروالی خوست پرداخته می شود. قرار است کار ساخت این پارک در 6 ماه تکمیل شود. گفتنی است که پارک های مشابه در بخش های از شهر خوست وجود دارد، اما به دلیل عدم توجه مقام های محلی رو به تخریب گذاشتند. اخبار اقتصادی این ساعت از طرف برای شما تقدیم گردید. و حال پیشگویی وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر. بیننده های گرانقدر سلام بر شما، با سپاس فراوان از همکارانم توجه نمایید و پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. کابل فردا نیمه ابری است، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. هرات فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 9. مزار شریف فردا آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. جلال آباد فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 18. و سرانجام کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 15 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان، شبتان خوش. این بود خبرهای امشب از آریانا که در همین جا به پایان رسید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار. اخبار این ساعت از طرف افغان بیسیون، ارتباط دهنده افغانستان برای شما